یک جوانی که سر ذهنیت خود خوب اما تو باور داشته باشه من یک چند جمله را برشان بگم و بتانه که دوباره مو جملات گفته بتانه تو کسی هست که اما تو دستر خود اول نمره بوده باشه و سر ذهن خدا اعتماد بسیار خوب داشته باشه زود درس استاد گرفته بتانه می خلاصه شد در دقیقه بگویه نداریم شکر کوکه خود شخص داماد است بیاین 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 بیا بیا یک قهرمانی کردی یک قهرمانی دیگه هم بکن نه نه سوال بسیار آسان است اما جایزه دارم تیار است انشاءالله بعضی علما میگن که امی عروسی ها محافل که گرفته میشه محافل ولیمه اکثرا در این موسیقی و ساز و گپا میباشه و در این مجالس کس مثلا وقتی که ساز میرن تقریبا در یک پارچه موسیقی فعلا که مثلا در یک اوتل می باشه تقریبا بیشتر از 20 گناه در اونجا جای داره انال نوبت شما میرسه که خلاصه اون چی که من گفتم شما بیان کنید مراسم خیر خود را هم به طرف شر می‌برند و او را به مصیبت و گناه مبدل می‌کنند. نکات دیگر استاد شما حقیقتاً در بعضی از اشعار نه که به خیلی از اشعار مفاهیم خلاف عقیده اسلامی وجود داره یعنی به صراحت یک نفر خلاف عقیده اسلامی یک میزنه و خیلی از موارد خلاف اخلاق اسلامی هست و خیلی از موارد دیگه هم خلاف اخلاق اسلامی است به عنوان مثال الله تبارک و تعالی شراب را نجس گفته و بر زن مسلمان دستور داده که عورت و زینت خود را بپوشاند اما در اونجا کسی به نام هنرمند که اسلام خیلی خوبتر به خدمت شاید او دلاق بوده باشد اسلامیاید اینجا خلاف عفت و خلاف اخلاق و خلاف عقیده اسلامی همیشه صحبت میکنند و مردم هم خوشحالند و فکر میکنند که حتما باید یک مراسم خوشی را با تمامی ترتیب تجلیل بکنیم یعنی که یک ذهنیت متاسفانه در جامعه ما عام شده و به تعبیر استاد گناهان زیاد دارد خلاف عقیده اسلامی هست اشعار و استاد دیگه وقتا بعضی از نمونه ها را هم ذکر میکرد امروز کمی مراعات کردم و ذکر نمیکنم و خلاف احکام اسلامی هم هست و خلاف آداب اسلامی هم هست و برایش اجرای از هم غالبا طبعا با اختلاف می باشه و گناهان زیاد دیگه هم در برداره و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صفت دیگه مؤمن را به گونه معرفی میکنه که او نسبت به ناموس خود و نسبت به فامیل خود غیرت داره و خیلی از وقتها به امی بهانه ها خیلی از کسایی هستند که متوجه اون معرفت فامیل خود و حتی دوستا و کسانی که به عنوان مهمان آمدن ننشان تشکر جایزه مستحق هستید شهید به مزار شهید به
بار جگر